بعضی روزنامه‌ها و اطرافیان درباره نامنویسی هاشمی رفسنجانی ادعا کردند این اقدام پس از تماس تلفنی با رهبر انقلاب صورت گرفته. یک روز بعد مشخص شد این خبر از اساس کذب است و اصولا تماسی با رهبر انقلاب رخ نداده است. با آرایش جدید نامزدهای انتخابات، برخی اصولگرایان از ضرورت بیشتر ائتلاف می‌گویند. این افراد معتقدند با تعدد نامزدهای اصولگرا نمی‌شود با دیگران رقابت جدی داشت. این نظر هنوز در اصولگرایان فراگیر نشده است. حضور هاشمی در انتخابات با استقبال منتقدین اصلاح طلب از جمله زیبا کلام روبرو شد. زیبا کلام گفت حضور هاشمی شادمانی خاصی به وجود آورده. اما عباس عبدی از همین جناح معتقد است هاشمی به دو علت، اول سن زیاد و مشکلات جسمی و دوم ناکامی‌های گذشته، قادر نیست اهدافش را محقق کند. جوان فکر رحیمی و خلیلیان دو عضو دولت و مشاور سابق رئیس جمهور انصراف دادند. جوان فکر به نفع مشروعی کنار رفته، اما رحیمی و خلیلیان به نفع کسی انصراف ندادند. تعدادی از اعضای دولت اعلام کردند دولت به مفهوم کلی خود از نامزدی حمایت نمی کند. رسانه‌های بیگانه از آمدن یک چهره به جمع نامزدها به صراحت ابراز خرسندی و امیدواری می کنند. البته این نامزد انتخابات در بیانیه‌ای گفته است حمایت رسانه‌های بیگانه را قبول نمی‌کند. هوشمندی نامزدها در قبال رسانه‌های بیگانه از ضروریات انتخابات سالم به شمار می‌رود. امروز شایعاتی به گوش رسید که 7-8 نفر از نامزدها صلاحیتشون در شورای نگهبان احراز شده. مراتی هم هر طور بود خودش رو به شورای نگهبان و جلسه امروزش رسوند تا ببینه واقعاً چه خبره. لازم توضیحات میام. به همین جهت بود که فهمودن که این اشکال داره. اینجا همون جاییه که از یک امانت بزرگ و ارزشمند پاسداری میشه. عدالت و بیطرفی و بصیرت دستور کار مهم و اساسی افرادیه که دور این میز نشستند. شورای نگهبان قانون اساسی، فقها و حقوقدانها همکنون در حال بررسی احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری ریاست جمهوری دوره 11 هستند. آیت الله احمد جنتی، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیت الله محمد رضا مدرسی یزدی، آیت الله محمد مؤمن و آیت الله محمد یزدی فقهای شورای نگهبان قانون اساسی اند. محمد رضا علیزاده، عباس علی کدخدایی، محسن اسماعیلی، حسین علی امیری، حجت الاسلام، محمد سلیمی و سیامک رهپیک هم حقوقدانهای این شورای مهم و سرنوشت سازند. این چهارمین روزی است که فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان در جلساتی پی در پی با بحث‌ها و بررسی‌های دقیق و عادلانه خود و دور از هر گونه فشار یا لابی سیاسی پرونده 686 داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را ورق می‌زنند تا از میان آنها رجال سیاسی و مذهبی که طبق اصل 115 قانون اساسی ویژگی‌های لازم را برای نشستن بر کرسی پرمسئولیت ریاست جمهوری دارند انتخاب کنند. بحث ها و گفتگوها در سالن جلسات شورای نگهبان بسیار جدی است. فقها و حقوقدان ها هر کدام نظرات خود را بدون هیچ تعارفی بیان می کنند تا نتیجه حاصل شود. اینجای کار دیگر جایی برای حضور ما نیست. حالا چشم یک ایران به این در دوخته شده تا ببینند احراز صلاحیت چه کسانی از اینجا بیرون خواهد آمد. آیدو که خسته نباشید، خدا قوت. چه خبر از احراز صلاحیت ها؟ اسامی ثبت نام کنندگان در شورای نگهبان در جلسه امروز محل بحث هستش و البته کار هم ادامه داره. به احتمال زیاد ما اون فرصت 5 روزه دیگر رو هم تمدید خواهیم کرد و امیدواریم که انشالله ظرف مهلت 10 روزه انشالله نتایج رو بتونیم اعلام بکنیم. خبرهای غیر رسمی خیلی زیاده ها. خب غیر رسمی است دیگه، میفرمایید غیر رسمی. غیر رسمی شاید بالاخره هیچ کدوم تایید نمیشه. نه، هیچ کدوم رو ما تایید نمیکنیم. هر خبر مربوط به شورای نگهبان و بررسی صلاحیت ها رو انشالله از طریق رسانه های عمومی ما رسما به وزارت کشور اعلام میکنیم و وزارت کشور هم از طریق رسانه ها اعلام خواهد کرد. با سایت های مختلف که این خبرها رو میدن بعضن چه صحبتی دارید؟ انتظارم اینه که از شایعات در واقع بپرهیزم و اجازه بدن که انشالله شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوع بررسی ها رو انجام